ولی اینو میذاره یا بچه نه تو رو خودم نه تو رو نه قبلی شد از اوکی آره این چه اصلا برسش جیم فکر کردی؟ یعنی میار های کارون رو نمیشتسی سلام خب خدا رو شکر که من چادر به سر میکنم انقدر این جمله رو کن خوش اون عوض کن خوش ای ایمان عصبی سلام سلام خوش سر فرض داد نزنیم راحت شم خدا شکرت سر من داد بزنید ولی سر فرض داد نزنیم ایمان داشتم این ویدیو هفته افتر... راحت باش راحت شد خب داشتم ویدیو هفته پیشو میدیدم یه جا ایمان پا میشه اینطوری عین مرتازه رو دو دسته یعنی کل جس بالاست فقط رو بعد این پا, پا, پا این پا که باید بره زیر رو میاره رو اده. بعد یه خوره میشینه و اینا بعد یه کم بعد یه این پا رو بازم میاره بالا گفتم خود اندازه گفتن کامنتاش هم جدی <تصفح> نه هم موقع من داشتم میدم خیلی حرکت عجیبی زد کامنت اومده که سری بعد پا تو به گردنه همینی که هست نه، تشویق بگیری، از من دارم یوگا میکنم یه مدت خیلی فلکسیبل شدم اصلا سخت بقیه رو که چه خبر؟ سلام، خیلی عادی خوبین؟ خوشی؟ سلامتین؟ هفته خوبی داشتین؟ دو تا جوش؟ اومدم با دو تا جوش گفتم قربونت برم یه ماده شده برای ما با از جوش نگید که این هفته خیلی در بودم این هفته خانواده شریف درگیر جوش بودم میتونید بگید کجا جوش زده نه من که پیداست دیگه روی صورت روی بین دو تا ابرو پایین لب بعد میخوام که بدونم کوریلیشنی هست بین این دو تا اتفاق به نظر تو من که همیشه جوش من احساس میکنم من احساس, من احساس دارم. من نگران خودم شدم با اون توصیفاتی دیگه. قبل زبط قبلا با من جوش نزده بود که بالاخره از یه جای شروع شده اگه دنبال این که چیزی پیدا کنی آره میتونی بعدی اون بنده خدا بعد شانس بود دیگه حتی شانس تو بعد چون جوش تو نبوده خارجی داره جوش فرزاد نمود داخلی داره ام خوب هفته آلو به غیر از جوش و کسافتگاری که اول اپیزود رو انداختیم خوبی دادی فیدش زیاد بعد هفته خوبی بوده هفته بارونی بودی هفته آره من راضی بودم من راضی بودم به یه دلیل بگو دیدی الان این قاصدک های همین هم داشتم پشت نگاه من خوشحال بودم که این بارونه اومد همه اینا شس برد توی فاضلاب ها ولی خیل. خیل. از کجا و چه خبر آوردی دیگه بلی. فصل تولید مثل دیگه آره حتی آره. درخت ها آره پارسال هم صحبتشو داشتی آره هر سال هم اتفاق میفته تازه احساس اص... میکنم مثلا سال کم شده یه مدت بود که شاید هم هنوز اصلا از زمان نرسیدیم تازه دست نزن هنوز نرسیدیم که دلنبه. کنار خیابونا پشم تور مثلا جمع میشه و اینا حالا داشته نگاه میره بالا با این با این تو, به با اینا حساسیت نداری؟ چرا میره چرا بالا؟ آره من روزی قرص دارم برای من تو ماشین تو خونه و سر کار قرص دارم سه تا پس اون روز که حالت بد شد قرص برشتن. نخورده بودی آره. صبح که بلند میشم عین او پیرمردا یه دونه نوچوفسکو تور میندازم بالا میرم برای پاپ میکنی آره میرم برای طول روزم حالا کاری که میکنه خشک میکنه دم و... <تصحنت> خیلی بده اگه خیلی خوش کنه اصلا بدتره آره به خونریزی میافتی بعد یه وقتی باید با کرم بزنی فقط مجاری بینی رو خوش میکنه حالا مجاری دیگه نرفتم چه چه سوالیه ولی آره بیشتر مجاری بینی دهن نه نه نمیدونم نمیدونم واقعا اونقدر روی تاثیرش فکر نکردم من یه توضیح بدم که تو طول هفته جاده ها همه سالم بودن با موتور کاری نکردم <applause> این هفته چون بارو می همه در امان بودن آره اتفاق خاصی نیفتاد با موتور ولی جالب رفتم چند روز پیش سلمونی بعد هفته پیش نرفته بودی سلمونی نه نه بعد رفتم نشستم و اینا بعد گفتش که خب میخوای چیکار بکنی گفتم که آره میخوام مثلا بزنم یه ذره دیگه از این بلندتر بشونه گفت بلند شو برو <applause> خوش خدا بس نزد گفت کاری نمیتونم بکنم یه بار من اصلا گیت شدم رفتم به سلمونی رفتم نشستم گفت خب چه جوری بعد بزنم گفتم که ببین میخوام یه ذره از این بلندتر بشه مرتب بشه و اینا گفت بلند شو برو گفت مرتب لایر هست کاری هم من نمیتونم بکنم واقعا هیچ نکردی من پشت ببین یه ذره گفت من پشت شد چیز میکنم کم پشت میکنم یه دو تا قیچی این کج میزنن که فقط درد داره اون قیچیای میکنه و گفت برو و خیلی راضی بودم از اینکه ازم پول نگرفت رفتی پیش کم میاد رفیقت یه آقای بودم به نام لیو لیو خیلی آدم پوری بود هم. بعد یه جایی اصلا میگو واقعا باور نمیشه میگفتش که تو یکی از دلایلی که موات خیلی مثلا یه فیر میشه عجیب میشه یه با حوله خوش میکنی گفت با پیرن خوش کن اه. آره گفت یه تیشرت مثلا قدیمی که داری گفت اون پرزا فیبرایی که توشه بازتر منسجم نیست مثل حول اونقدر چیزش نمیکنه تو فضای مجازی دیدم اتفاقا خیلی من این کاری کردم و واقعا جواب داد اصلا اه. باورم نمیشد فر نمیشه در 29 سالگی فهمیدم که مو ما که میخوام منطقی خوش بشه با تیشرت مثلا کهنه ای که داری خوش میکنه جالبه خیلی جالبه کارون داره یه سریال جدید میبینه حالا کارون نوبت میگم اینو نشینه بودم نه پیکی بلایندرز داری میبینی درسته پیکی فوکین بلایندرز دیدی که یه استایل موه خاصی دارن و آره آره, آره،, آره. آره. توی گستاون یه فکر کنم تو رفتی قبلا منم بردی یه بار یه سلمونی هست خیلی معروفه یه استایل خاصی داره اسمش نمیدونم چیه آره. این یکی از آرایشگرهای صحنه پیکی بلایندرز بوده نه no. کدوم آره. همون یارو قد بلنده؟ ی... یکی از اون افرادی که اونجا کار میکنه آره. همونی که همش میخنده <تصفح> نه من من یه بار رفته من یه بار ایمان من برد اونجا ولی یکی از اونها آره اصلا این این ابدا کرده گفته اینا باید اینطوری بزنه واسه همین اصلا تو ونکوورم خیلی استالوم. همون که من رفتم ریشم و بایس زدم یه تمه. او یارو خیلی پر بود آخه این مدل رو الان همه ماها تا یه مدت میزدیم آره ولی خب این پیکی بلایندرز کی اومده مثلا چند سال پیش خیلی اره قدیم نه این خب مدل تیفوسیاس مدل مدل قدیمی ولی اره. ایشون این ابدا نکرده ایشون سر ست بوده و بو موها رو کتا میکرده و اینا نه اطلاعاتی که فرهاد داره تو از کجا میدونی اینو؟ من به واسطه <applause> ای این تایپ اطلاعات رو فقط از فرهاد میتونی داشته باشی میدونه آرایشگر یه سریال الان مثلا تو کجا چی آخه وقتی داشتم سریال رو میدیدم یه سری چیز اطلاعات را داشتم میخوندم دیدم ولی اگه همون آرایشگر باشه که منم رفتم تو گستم میگفت که من اونجا کار میکرد نمیدونم همونه ولی میگفت منو یه بار بردن چیز شمال کانادا واسه یه فیلم خرس سیاه آوردن از این خرس مشکی ها که میبینیم چون میخواستم فیلم در مورد پولار برو اینا بود بعد رنگ کرد ای ایشون مسئوله موده ای بوده که بچه خیرس رو رنگ سفید بزنه چون پولار بره نمیتونه سنگیر بیارن که تو فیلم مثلا چیز کنه این پیتا اینا بشتور نمیدونم ولی میگفت اون یه اکسپرینس خیلی عجیب بود برای اون, اون بچه چی میشه مامانش یه قبولش نمی کنه نه بعد دوباره بچه رو دو رنگ شد مثلا شد اون ای بچه رو بیلیچ کنن بچه میخوابه

زیاد صحبت نکنم من خبر خاص نه خوب و هفته خوبی بود یه ذره فشار کار کمتر شد عالی من یه روز ساعت 6 کارم تموم کردم نشونه اون میدی برو جلو دوربین دوربین نشون بده دو دیده نمیشه زوم اینجا من یه بوز با خودم آوردم جدی بوز کار جدیدا شاخشه دیگه ایشون اینجا هستن بعد چه چشاشونو اگه نگاه کنی داره فیلم بازی میکنه نگاه سن فورا اولش میبینی واسه من بازه چشاش چپه بعد گرفتی تو دوربین پیدا نبود چون جا... دیگه از دور میتونی حد بزنی که از این بوزای زیبایی داره چقرم هست بوزه تو جیبم تو جیب جا خیلی واسه کانورزیشن اونها خوبه آره اسمال تاکو میتونی شروع میشه بکنی با بوز تو ذهن افرادم میمونی با بوز میتونی بگی بوز چی میشه انگلیسی گوت گفتی که I'll show you mine if you show me yours بعد بازو نشون بدی You first <laughs> <À, laughs> اونم بازوشو نشون بده uh, میخوای بزنی okay. برو بریم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان ها. این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم مامان سلام سلام جونم براتون میگه که اپیزود 287 ماست اینو فرهاد میدونه بله بله درسته خیلی هم عالی دوباره برگشتیم با اپیزود جدید دیگه خوش اومدید به خودکست مرسی که سابسکرایب میکنید از اولش خواستم بگم خیلی یوتیوب بده آدم بدی شده جدیدم اذیتم داره میکنه آره تو خودکست که بالای فکر کنم 15 هزار تا ساب تا الان از دست دادیم من خودم دیروز گفتم تقریبا 9 هزار تا ویو اینا رو من در اصلا چک نمی کنم کانسیستندی که ببینم چقدرش از دست می دیم این اون روز من داشتم یه دونه یوتیوبر خارجی نگام کردم استریمر هم هست برگشت گفتش که ما توی شیش ماه گذشته پنجاه تا ساب از دست دادیم ای بابا گفتم بابا دل بکن دل حیف که نمیشه تو این برنامه گفت وگرنه میگفتم چیزی که به یارو گفتم دعوتشون کردی من یه چیزی بگم خواهش میکنم هفته پیش ما آخر اپیزود ایمان یه صحبتی راجع به کامنت ها اینا کردیم من چرا حال کردم آدم تو آخر اپیزود گوش میدن چون که من یادم نبود اون صحبت آخر اپیزود خودم کرده بودم یا ایمان بعد اپیزود من اپیزود اول هفته پیش بود اومد هیچ واکنشی رو نبود نرفتم چک کنم ببینم حالا کجا گفته بودم گفتم احتمالا کسی گوش نمیده بعد اپیزود ایمان که اومد بیرون او نه کلی کامنت روی اون قسمت اومد و ما متوجه شدیم که آدم ها اولا تا آخر گوش میدن دوما کامنت اومد توضیح دادن که چرا دیگه راجع به موضوعات صحبت نمیکنن توضیحات چی بود گفته بودن مثلا تو شرایطی که میبینن یا حالا گوش میدن دارن یه کار دیگه انجام میدن بعدم که تمام میشه دیگه مثلا فرصت نیست برن کامنت بذارن یا چیزای زیادی به ذهنشون میرسه وقت نمیکنن که بیان حالا دونه دونه راجع بهش صحبت کنن یا میگفتن بعضیاشون چونم عمیقه، عمیق نیاز دارن فکر کنن بعد دیگه اون موقع زمانش گذشته خلاص قابل قبول بود یکی همین بود که زودتر یعنی شاید 5 که می بینن اون کامنت رو میذارن تا, تا آره. آره. ولی در اصلات آره من فقط می‌خواستم بگم کامنت های یوتیوب من اینایی که راجع به این موضوع چیز کرده من رفتم لایک کردم دونه دونه با اکانت خود کرد. من به شخص بعضی گفته بودن جواب نداده بودید کامنت ها رو دیگه از شروع و شوقش افتادن من همه کامنت های یوتیوب رو میخونم بلا استثناء جواب الان ندادم. مثلا یه هو مثلا هزار تا اون موقع دیگه الان تا الان هرچی کامنت اومده روی هر آره ما... من همه شون رو میخونم درست حالا بگو. جواب نمیدم ولی من به شخص همه رو میخونم ببین ما تقریبا 95 درصد هر چیزی که میاد رو میخونیم درست میگم نه دایرکت <applause> اینستاگرام <تصفح> من علیرغم <دار اکسان> <applause> من میخونم من میخونم ولی واقعا <applause> من خوندم قبلا تا تو من من تقریبا 95 درصد چیزی right که میاد رو میخونم ولی واقعا بعضیش اصلا یعنی اگر که بخوایم جواب بدیم شاید واقعا بعد مثلا روزی 5 6 ساعت وقت واقعا نمیشه تواناییش نیست و نه اینکه ارزش قائل نباشیم براش ولی مطمئنا در مورد تمام حالا انتقادهایی که میشه رو ما میخونیم تمام تعریف هم که میشه رو میخونیم و سعی میکنیم هم که تغییراتی که هست رو در واقع توی خودکست انجام بدیم اگر حتی. که میبینیم حرفی که میاد منطقیه و ما میتونیم یه کاری انجام بدیم بعضی موقع در واقع از توانایی ما خارجه مثلا یکی نوشته بودش که شما به دوربین سوم و چهارم نیاز داریم واقعا نه توانایی ادیتش هست از سمت من نه توانایی مالیش از سمت گروه که بخوایم مثلا دوربین سوم و چهارم خریداری بکنیم دوست دارم نه اینکه نخوام این کارو بکنم ما الان یه دوربین خودکستی که من و ف... کارونه داره میگیره و گوشی منه یعنی اون یکی هم دوربین نیست یکی گفته بود که رفته خریده باتری گرفته باتری نگرفته بودیم و از گوشی داریم استفاده میکنیم و میگم اینا اکثرا خونده میشه اینطوری این نیست که ما جواب ندیم ولی واقعا بعضی موقع توانایی زمانیش وجود نداره که بخوایم این زمانو بذاریم چون خیلی خیلی درگیریم دیگه حالا من به یه جور کارون و فراد و فرزاد به یه شکل یه چیزی میگم این کامنت هایی که میذارید رو گفتیم ما میخونیم و تاثیر داره آه صد در <تصفح> صد داره بله همین میخواستم چقدر تو گرما تو شرجی صد در صد تاثیر داره و دمتون گم دیگه من میگم واقعا مهمه به بچه ها انرژی میده خود منم همینطور که یه سری میگم همین که منم دیده بودم که تا آخرش گوش داد من فکر نمیکردم اونو گوش بده کسی من فکر کردم که خب ما باید دوباره اینو بگیم چند بار وسط اپیزود اول اپیزود و اینا ولی خب برام جالب بود که مقدار زیادی شنیده بودم و خیلی ها اصلا اکثر کامنت های رو اون اپیزود در مورد اون حرفه بود تا کل اپیزود که اینا خب بالا آیا منطقی باشه یا نه تا کامنت معنادار بود آره کامنت مردا بر کارم به هر ترتیب شما چه خبر شما هفتهتون خوب بوده اوکی بوده مشکل نشی خوب بوده من یه سری چیز بگم بگو سری سری اینجا اصولا همه حالا خود منم فکر می‌رم که خیلی مسائل روی نزد پیش میره روی قاعده پیش میره و اینا ما یک وس... یه مثلا ست مبلمان بالکن سفارش دادیم آه اینجا منظور خودکست خود بود یا کانادا نه اینجا مثلا توی کانادا نه من گفتم حالا خودمون همه پیش بعد این قرار بود پنجشنبه هفته پیش دیر دیر به دست ما برسه پنجشنبه هفته پیش نرسید جمعه هم نرسید ما شروع کردیم پیگیری کردن و اینا جواب نمیدادن میگفتن تو راهه میرسه گفتن با اوکی میرسه پس چرا توی وبسایتتون تو جای مختلف میزنین که قرار برسه و اینا پیگیر پیگیر بعد میگفتم خب شماره یه کسی بدید این قرار مثلا از شرق کانادا بیاد این ما ببینیم کجاست گفتن نمیشه ما باید با ایمیل بزنیم یکیشون یه جا گفت ما باید فکس کنیم به خدا بعد گفتم باشه اصلا اینقدر چیزای عجیب میگفتن که من فقط سکوت میکردم بعد دیگه کاری ندارم حالا هر روز ما پیگیری زنگ این ور اون نیازم داشتیم بعد دیگه پنج شنبه همین هفته شد اینا زنگ زنگ که اوکی ما نیم ساعتی دیگه داریم میایم به من رفته بیرون بودم و نبودم و اینا گفتم اوکی داری میارین چون این وسیله یعنی توی جعبه خیلی بزرگی و سنگینی اینو لطفا ببرید بالا بذارید گفت باشه حتما اون شماره سکیوریتی دم خونم رو گرفت و اینا که ما به زنگ بزنیم دروازه باز بریم بالا بعد شب که ما اومدیم دیدیم خب پشت در نبود رفتم پایین دیدم بله این جعبه این گندگی رو گذاشتن وسط لابی حالا <تصفح> شانس ما از صبح تا شبم کسی نرفت مثلا دستی به این بزنه سر بود لابی ما بود سه دقیقی برده بودنش بله آره. کیلو بود این جعبه 170 و هفتاد کیلو تقریبا بذار ادامه کیلو بود نه من... یه بیست کیلوی بود <تصفح> به حال من تونستم ب... خریدام یه رستم بود اینو گرفتم چار... چار ساعت ده پوند چیزی آره. چجوری بردیش؟ آه. من یه دونه از این دالیا دارم نمیدم فارسی چی میشه این چرخ ها. آره چرخ که دو چرخه ده. دو چرخ چیزای باحالیه اینو آوردم زیرش فرت به قول ایمان زدم عین کره بلند کردم با یه انگشت آوردم بالا گفتم مرد محترم خب زن محترم اینو جون گذاشتی اینجا اگه من اینو نداشتم چیکار می‌کردم نصفش یه خلاصه خواستم بیان مرد خانواده سا این, این چیزا رو بس فرات بره کارش قرار <تصفح> برای برا من یه پاسپورت هم بگیره میخوام برم میرم پاسپورت به وکالت نامه میشه برام پاسپورت کسی آشنا نداره خدا وکیلی ما پاسپورت ما رو بدیم کاراشو بدیم کار اداری چه انجام بدید؟ بدی اگه دارید منم دارم تو میخوای تمدید کنی من میخوام ایما ب... همه کار ایما دندوناش میخواد <تصفح> من میخوام تمدید کنم, کنم برم من دیگه نمیخوام بمونم من از این شهر میرم رو میخوام میت سیزن ول کنم برم اینطوری بهتون بگم اتفاق قراره بیفته دیروزش هم نمات تیکت میگشت برای چه تاریخی تاریخش میگه نگی من coming soon coming واقعا؟ خب باید واکسن بزنی که. آره. من از این شهر میرم. تا کارا شهری که اوکی میکنی. ستاره هاش خاموشه. خب میخوام اصلا از همین استفاده بکنم، خرید بلیت برم چی؟ سمت اپیزودم. این قسمت میخوام از یکی دیگه از مرزی های ایمان براتون بگم چی خرید چیزایی که بهشون نیاز نداری و پولش هم نداری ولی نه نیازش هست نه پولش داری خریداری میشه تی اگر مسابقه المپیک بود حتما براتون تو مدال میاوردن پلاکارد میزدن تو کوچه از این سر تا اون سر که این بابا مثلا با اختلاف همه رو زده آمریکای جهان مثلا با اختلاف زده ولی خب خارج از شوخی این این کار که بهش میگن ایمپالس بای یا ایمپالس پرچس یا خریداری از روی هوس یه مشکلی هست که خیلی دارم باش دست و پنجه نرم میکنن منم چند وقتی هست که در موردش میخونم و سعی میکنم نسبت بهش بهتر برخورد کنم منطقی تر برخورد میکنم اینو همون دیدیم که توی فروشگاه های زنجیره فروشگاه بزرگ وقتی که میخوای بری پول بدی باید از توی راه عجیبی رد بشی که پر از شکلات و آدامس و چه میدونم مجله های مختلف و چیزهایی که اصلا فندق. نه به درد شما میخوره نه تو لیست خریدتون هست گذاشتن یا مثلا فرودگاه میخوای وارد چی چه رو دادی میخوای بری سمت مثلا سالن ترانزیت بعد از یه جای رد به نام دیوتی فری کلی فروشگاه و چه میدونم رستوران و الکترونیک و مشروب و دیگه اصلا هر چیزی که شما اونجا لب تر کنی اونجا پیدا میکنن و این به خاطر این نیست که شما چیزایی که ممکنه یه حب اصلا بهش نیاز داشته باشین براتون فراهم باشه و برای راحتی شما اینا رو گذاشتن که بتونن یه جوری با مغز شما بازی بکنن و وسیله رو یه جوری مثلا بهتون بندازن و از قدیم هم گفتن که چی که گربه برای رضای خدا موش نمیگیره نمی خب شاید اخواست بپرسیم که بابا کی از اون شکلات رو میخره یا کی میره توی مثلا دیوتی فری خرید بکنه این همه مثلا زیزای مختلفی که اونجا هست اینا احتمالا پول از دست میدن ولی نه. پرسودترین جای هر دو مکان یکی برای در واقع فرودگاه دیوتی فری شه بعد از پارکینگ البته پارکینگ پرفروشترینه و دومم برای فروشگاه ها هم پرسودترین اون قسمت کشیه راست به خاطر که ای چیزایی که میزن اونجا به مراتب بیشتر روش سود میکشن ای مثلا شما وقتی میری تو آیل شکلات اونجا شکلات های یه دونه ای داره مثلا 25 سنت اونا توی کنار کشیه را شکلات ها رو مثلا یه مدل دیگه است دو رو میذارن دو دلار و نیم این یعنی یه پروداکت رو با یه پکیجینگ دیگر رو میذاره توی جای مختلف توی یه جای دیگه و سه برابر مثلا یه دونه ایش داره شارژ میکنه اصلا یه داستانی بود که یه در واقع برند میدونی که چه دیوتی فری و معمولا یه برند میاد میخره مثلا چه میدونم مثلا رفاه در میاد دیوتی فری ونکوور رو میگیره و دیگه همه چی دیگه زیر نظر اونه دیگه از الکترونیک و چه میدونم ساعت رولکس و لوی ویتان و اینایی که میاد اونجا رو همه رو این مثلا انجام میده و مثلا مشروب و اینا رو همه رو اون هندل میکنه زیر برند خودش توی فرودگاه سیدنی اینا اومدن سال فکر کنم 2015 بود که یه برند آلمانی اومد دیوتی فری و در واقع چیز است. میکنن دیگه میان بید میزنن مزایده, مزایده میذارن اینا برده بودن توی 8 ساعت ریبرند کردن اونجا یعنی نذاشتن یک روزم خالی باشه یه گروه خیلی زیاد مثلا عجیب آدم که خیلی از آلمان آورده بودن توی هشت ساعت که فرودگاه میبست کل اونجا رو ریبرند کردم و می صبح, صبح خوب از سیدنی میبنده آره کرفیو داره دوازده تا شیش اینا تا هشت صبح ده ده. کار در آورده بودن کل فکر کن یه مجموعه بزرگ رو ریبرند بکنی همه چیشو عوض بکنی رنوویشن تور کارمند صبح اومده گم شده درگیره <تصفيق> <تصفيق> یه جای آره و مثلا اینا هم از قبل همه رو برده بودن یعنی بهشون نقشه ها رو نشون داده بودن که اینجا چی قرار اتفاق بیفته اینا و اوپنینگ داشتن صبحشو یعنی <applause> انقدر این سود <applause> که اینا <applause> حتی نتونستن بودن. مثلا این پیتای فرمولوان هست میاد <applause> آره تقریبا فیلمش هم... فیلمشو برای ما گذاره گز... یعنی یک انقدر خفن, خفن بود فیلمش رو برای ما توی دانشگاه گذاشتن هست. که اینا اومدن چه جوری این کارا رو کردن واح. تو 8 يعني... ساعت اصلا اومدن اونجا رو کلا عوض کردن رفتن جذابه ولی خب حالا اصلا فرودگاه ونکوور 6 ماه دارن سعی میکنن یه دو تا رستوران عوض بکنن این کمپانیایی که میگی میان مثلا کنترات برمی‌دارن کارشون همینه یعنی یعنی کار فرودگاه میکنن نه این مثلا چیزه، یه چیز یه فروشگاه زنجیره تازه تا 2026 هم مثل اینکه دیروز پیروز تمدید کرد دوباره یه بخش کارش اینه مثلا آره مثلاً. میاد اونجا رو میگیره و در واقع رنت میکنه از چیز از فرودگاه, فرودگاه و دیگه در واقع کارشو انجام میده این دو تا فضایی که گفتم به صورت که حالا به صورت مثال گفتم کارشون اینه که کاری کنن که شما بیشتر از چیزی که برنامه داشتین پول خرج بکنید و و اینکه این روش حالا کار میکنه نسبت به شخصیت آدم ها یه جورایی برای بعضیا کار میکنه و بعضیا کار نمیکنه و بستگی به خود ما داره که شخصیت ما چه جوری عکس نشون میده نسبت به حالا این در واقع اون دیل یا اون دیل رو چجوری مثلا معامله میگن به اون قیمت نه آره به اون تخفیف نه اونم سرش آره من سرچ کردم چیز معامله اومد دیر سرچ کردم به اون آره آفر, آره آفر, آره آفر. آره حالا به هر حال این چیزی که حالا توش مهمه این این اینه که مغز ما چک شده ولی نشون میده به اون ارزشی که فکر میکنیم به دست میاریم و چی از دست میدیم به جاش <تصفح> خب این که فکر میکنیم خیلی مهمه به خاطر اینکه هر شخصیت میتونه براش متغیر باشه <تصفح> نسبت به اون پیشنهادی که بهش میشه کسایی که این بایر هستن تحقیقات نشون داده که تصمیم یه هایی, هایی تو زندگی زیاد میگیرن شاید جالب باشه. فقط توی خریدشون نیست جاهای دیگه هم تصمیم های از روی حوث از روی احساس زیاد میگیرن یه تحقیق توی سال 2016 از حدود 1500 نفر نشون داره که کسایی که خریدایی که از روی حوث انجام میدن کارهای دیگر رو هم به مراتب بیشتر از روی حوث انجام میدن مثل چی؟ مثل, مثل خوردن الکل سکس پرخطر محافظت نشده به مراتب بیشتر توی بول خیلی از روانشناسان برای این باورن که این رفتارها به دلیل جدال جاهای مختلف مغز شماست حالا یعنی چی؟ یعنی که یه قسمت از مغز هست که بهش میگن چی؟ نوکلیوس اکامبنس بله بله که فعال میشه نسبت به خوشحالی که شما فکر میکنید خواهید داشت نسبت به اون چیزی که میخوایم بخرید این آمادت میکنه آره یعنی مثلا وقتی بهش فکر میکنی که من میخوام چه میدونم گوشی آیفون فلان بگیرم میگه تو چقدر حال کنی با این قضیه من اون بخشو ندارم تو مغزم اگرم داره انقدر حالا میگم الان فرزادوار میخواید دیست کنم داری چونی همون قسمتیه که نیازهای اولیه‌مون رو وقتی بهش میرسیم خوشحالمون میکنه مثل غذا و سکس فرزاد فرزاد واردی چرا فرزاد یادم میاد تو از اینجاش خیلی خوشت میاد چارچوب تخت آها حالا شاید بپرسین که کدوم قسمت من بهتون میگم که نمیدونم هیچ یکی از قسمت ها اینو میدونید دیگه اپیزود چیز بود خوشم اومد نه چشم من چی بود چشم بینا چشم. چشم, چشم بینا این بود اسم اپیزود نه حالا الان پیدا میکنم یه همراهی بکنم اینجا چهار اضافه آره میکنم میاد بالا خیلی بارا. دیگه شما شل شدید شل یه لپتاپ بذار رو پات یه دو تا چیز ببین من اخه خوام بی احترامی نشه خیلی گفتم گوش شنوا گوش شنوا میاد این کاردش این بالا میاد کسی که یه... تو یوتیوب میبینن دوم دومم هست ام... به نام اینسولا که نسبت به قیمت عکس نشون میده هر چه قیمت بالاتر باشه این سولام بیشتر فعال میشه خب روانشناسا به این فعالیت این ترقیب میگن نه روانشناسا به این میگن به این فعالیت میگن پین of پین یا درد پرداخت یا فکر کنم فرهاد خیلی با این موضوع آشناست پی کردن پینگ P-A-Y-I-N-G اه... چون انسولا همچنین وقتی فعال میشه که ما فکر میکنیم از لحاظ فیزیکی قراره ضربه بخوریم یعنی مثلا مشکل داره میاد سمت صورتت اون دیگه فعال همون حسش اینه. با حس گرون ب... خ... خریدن با پرداخت کردن هر, پرداختی پرداختی هر پرداختی پرداخت یا پرداخت گرون هر پرداخت هر چی بالاتر باشه این بیشتر, بیشتر. درشون میشه یعنی پرداخت درد داره آره Yeah. و سومین چیزی که هست سومین قسمتی که هست میزیال پری فرانتال کورتکس که وقتی فعال میشه که ما قیمتی رو که میبینیم فکر میکنیم که معامله خوبی بوده قسمت منا... یعنی قیمت مناسبی بوده و رو داشته دیل خوبی گرفتیم hmm. این اون موقع فعال میشه آره محقق ها گفته که اگر کسی رو در واقع اگر کسی رو زیر نظر داشته باشن و این سه تا قسمت مغزش رو ببینن محققها میتونن با دقت خیلی بالایی بگن که یه نفر حاضر ایزی و بخری ای حاضر نیست میتونه یعنی خ... موقعی که بهش یه چیزی رو نشون میدی حاضر برای اون پول بده یا حاضر نیست برش پول بده ولی چیزی که مهمه اینه که ما انسانها وقتی یه دیل رو میبینیم به صورت یکسان برخورد نمی کنیم ما میفتیم روی یه تیف درد پرداخت در واقع هر کدوممون که نسبت به اینکه چقدر پول خرچ پول خرج کردن ما رو اذیت میکنه در دو سمت تیف قرار میگیریم حالا این فارق از اینه که اصلا چقدر پول داریم و حالا اون چیزی که میخوایم چقدر گرونه و اصلا ما میتونیم برای این پرداخت بکنیم یا نه که من حالا در موردش توضیح میدم که چه جوریه من خیلی یهویی هم تصمیم گرفتم که برای این دو سر این طیفه خودم اسم بذارم به کسی بر نخوره اگر که توی این دو سر طیف هستین یه سرشو گذاشتم ول یه یه سرشو گذاشتم ناخون خوشکا <تصفح> 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 <applause> ناخون خوش کنی چی من همینجا به خوش کسایی که خسیس آره, آره. آره. ناخون خوش که میگن یا میگه آب دستش نمیشه اونو میدونم ولی نه نخون در میرفتی شاید اینا رو یاد میگرفتی ناخون آره میگم به کسی برنخوره فقط برای اینکه خواستم گفتگو شکل بگیره و راحت تر بشه میخوام چون میخوام مثال بزنیم در گفتم که براش, 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 براش اسم باشا. بذاریم ول خرچو به صورت طبیعی از روی هوس زیاد خرید میکنن نه به خاطر اینکه رو دارن و اصلا یه تحقیق تو سال 2007 نشون داده که ول ها به مراتب بدهکاری بیشتری روی کارت اعتباریشون دارن اون که نه یعنی نسبت به درآمدی که دارن بیشتر دارن چون زیاد خریدن یعنی هر چی درآمدشون باشه باز هم آره باز دارن. هم براشون مهم نیست نه اینکه آره. ناخون خوشکام با اینکه علاقه ای به خرج کردن پول ندارن ولی بیشتر در مرز تاثیر فریب های مارکتینگ این چرا چون اینش خیلی باحاله میگه که چون که هر چی که بهشون کمک کنه اون درد خرید کمتر بشه باش ارتباط برقرار میکنن برداره. میپرستنش مثلا یعنی درد حالا الان توضیح میدم یه زی خیلی باحال این تحقیق انجام دادن اه ولی خب ول به خاطر اینکه دیگه آماده خریدن زیاد تأثیری روشون نداره به طور مثال یه تحقیق سال 2007 بوده بالای 500 دانشجو ازشون پرسیدن که آیا حاضرین 5 دلار بیشتر بدین برای خریدایی که میکنید که فردا صبح به دستتون برسه خب مثلا این خرید کردن آنلاین گفته 5 دلار بیشتر بدین اورنایت شیپینگ داشته باشید فردا صبح به دستتون برسه بودی بوده نه نه اینو اینتروڈوس کرده عادی نداشته نه عادی چقدر میرسیده آ نمیدونم چیزی نگفت طول دیگه. اینا رو اومدن 50 درصد 50 درصد رو بهشون گفتن که 5 دلار فی به 50 درصد دیگه گفتن اسمال 5 دلار فی اون کلمه اسمال که اضافه شده نسبت به این دو تا گروه 50 درصدی که بهشون گفتن سمال سه برابر اون یکی ها خریدن ناچیز کرده اون 5 دلار آره رو. یعنی هم. فقط اومده این کلمه سمال ای اومده این دردر رو برای اینا خیلی کمترش کرده بگو الان چیزی که بگو مهرا مدیری میگفت دیگه دو میلیارد بود دو میلیارد لول تومان <تصفح> <تصفح> این همونه و خیلی باحاله میگه که ولی هیچ تأثیری روی ولخرجا نداشته ولی ها توی دو تا گروه به همون اندازه داده بودن و اصلا برایشون مهم نبوده که یه از قبل چه جوری دستبندی کرده بودن که کیا خرج کیا نیستن نمیدونم که چه جوری این کارو کرده بودن شاید یه کوشنری چیزی بوده مثلا آره ولی این دستبندی از قبل داشتن می آره آره, آره. میرسن توی این 500 تا هر کدوم کجا کجای تیف قرار میگیرن نزدیکتر به کدوم در واقع دو سر طیف قرار می گیرن که خب خیلی باحال فقط با یه کلمه اسمال اینا اومدن یه تاثیر سه برابری روی یه عده آدم گذاشتن که شاید این پول رو خرج نمیکردن اگر که اینطوری نبود آه. یه سری بزنیم به شنوندگان ببینیم اونا چی خریدن او؟ مریم بیری برای سفر یه هوی تصمیم گرفته بیری بگیره این خوبه آه. مهنوش اه، یه پیران مردونه برای خودش خریده آه. اه، سمیرا جوراب برای دوست پسرش گرفته بود دیواز اینا اینا تا حالا خوب بوده چرا؟ چرا؟ <تصفح> من دوست دارم جوراب, جوراب, جوراب شورت هر چی که زیر پیره نیاز زیر پیرهنی دارم خیلی نه <تصفح> <موذبه. تصفح> <تصفح> از این جوراب فنا خیلی حال میده آره آره واسه <تصفح> کار وحید کادو تولد گرفته برای رفیقش یه هویی نمیخواست آره دیروز رفتن گیسو یه ست چاقو برای کنده روی چوب خریده که من خیلی حال کردم با این موضوع اصلا یه اینو گفت اصلا احساس کردم که من نیاز دارم من نگیرم نمیدونم چرا ولی تا به حال نه کنده کاری کردم نه چوب داشتم نه چیزی ولی احساس کردم که خیلی دلم میخواد گیسو احتمالا دستی براتش داره که گرفته یعنی نمیتونی بشین موبلی و <risque> می‌دونی خواهد <صفيق> <applause> آقا تو یا, یا که من ست چاقو برای کنده کاری رو چوب بخوام. محمد اسپیکر خریده که تو رو خدا بگو چی خریدی؟ مدل و برندش اینا چی بوده؟ هم پرسیدم امیر 15 تا دست لباس خرید. اوه! خیلی شون دیش دل بیکن. <تصف> <تصفق> 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 تینا سینا ماشین خریده زیباست یه مثلا یه چی نه, نه با من استوری گذاشتم گفتم خیلی عکس فرستادم ولی خیلی جالب بود چیزایی بود که اصلا باورم با نمیشود یک هفته اپل واچ خریده بود کی بوده <تصفح> منم ایران بوده، آره <تصفح> روژین هم گفته بود نمیتونم بگم روژین <تصفح> <تص خوب شد که تو برنامه گفتی آره خواستم <applause> که در جریان باشه که ما, ما میخونیم هر چیزی که بیاد رو میخونیم ولی خیلی جواب باحال بود اول که بگم من خیلی احساسات میکنم این که خریداری شده هنوزم میتونین عکسای خریدایی که کردین و یه هوی بودن رو برام بفرستین من خیلی دوست دارم ببینم یه دیروز مثلا اینطوری بودم که یه جورایی میرین از آز ذهنی ارضا شدم احساس کردم که نیاز نداره امروز چیزی بخرم امروز دیگه عکس خیلی خریدار رو دیدم دیگه برام کافی بوده شما چی شما چی کار کردین چیزی خریدید جای دادن مثلا همچین اخلاقی دارید ندارید چه جوری باش کنار میایید من حالا در مورد خودت بگم یه مدتی بود هر هفته که میمدیم خونه ما یه چیز جدید اضافه شده بود حالا قبلا که تو این اتاق بود من هی میادم گفتم ای این که نبود درست پیش شما جالب بود بعد چند روز پیش هم اتفاقا داشتیم پشت سر ما حرف می‌زدیم با مهدا بحث این بود که فرها گفته بود یه سری دستگاه هست دایسون داره که میذاری تو خونه بعد این مثلا گرد و خاکی که میاره میگیره و منم خونه خیلی این گرد و خاک رو نرومه الان مانو 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 همه در جریان و من به مهدا گفتم که به نظرم باید یه صحبت بکنیم ایمان این دستگاه رو بگیره یه تستی بکنه یه بعد دیگه بقیهش درست میشه خدا بزرگ حالا صحبت کردیم اگر حالا دایسون رو گرفتی دیدی چی من من شده که خریدایی بکنم که حالا پولش رو نداشتم حالا اینجا به واسطه کردیت کار نصف زندگیم اینجا به واسه کردیت ها یعنی مثلا سف میرم تو کار و مثلا بعدش دیگه حالا ماه بعد و ماه های بعد باید به فکر این باشم که کردیت کارتر رو چجوری پی کنم ولی زیاد اینطوری ولی این نیستم, نیستم. زیاد فکر نکنم اینطوری میشه تو چی فراز من من نبودم اصولا اینطوری یا حتی اگه بودم بعد از اپیزود چه احساس میکنم تو دردی آره این یه خنده ای کردم همین یعنی. الان این تو پیشونیمو کامل گرفت نمیدونم کل فیسم درد گرفت از خنده <تصفح> آنش یکی من نجات میدیم آوردیم تو خونمون داریم اپیزود زبدی کنیم باشو با بعد از اپیزود آره من همیشه هم گفتم اپیزود مینیمالیزم اپیزودی بود که خیلی تاثیر روی من گذاشت خواهش میکنم زندگی شد بعد از اون موقع تقریبا هر چیزی که من میخوام بخرم یه پروسه ای داره که واسه خودم باید دلیل بیارم چه پولش باشه چه نباشه و... که بدونم آقا این قرار به زندگی من معنا بده نده نیازش دارم ندارم و هم یکم کار واسه خودم هم حالا همسرم سخت کرده ولی خب من اینطوری توی یعنی اگه حتی چیزی هم بخرم که مجبور باشم به خاطرش تو قرض برم به مدت کوتاهی ولی قرار باشه که به نتیجه و خوشحالی بده و نقش مثبت و مفیدی داشته باشه اونو خیلی باش بیشتر حال میکنه ولی یه این پالس پرچس داشتم به قول حالا این صحبت که تو کردی دوست چهار ماه پیش بود یه کیت دریل همیشه خیلی در میخواست داشته باشم از برند دیوالت تقریبا برند معروفیه و خیلی چیزای خفن و کار درست و عمریه اینو چندین سال بود دلم خواست داشته باشم دیگه رفتیم حالا خونه جدید و اینا و دیگه مشغول ساخت و ساز و اینا شدیم هر گوشه خونه این واقعا نیاز بود قیمتشم زیاد بود ولی دیگه خریدم و استفاده کردیم آره استفاده کرد. همین چند روز پیشم ازش استفاده کردم تو بتون داشتم اینجوری میرفت بتون دریل آره. ضربه ایه هم ضربه ایه هم واقعا ضربه ایه آره آره خیلی مشتی خیلی پس کرد فلفل نبین چه یعنی امتحان کنید اگه میخواهید بتونی چیزی دارید بزنید نه خب بتون خونه که بتون نداریم ولی اگه سقف خونه بتونه او سقف و سوراخ کرد بعضی از دیوارات هم صد درصد بتونه تو تو سقف خونه بتون صد درصد بالکن من خیلی باید میدونم چرا اصلا اصلا چیزی نمیشه چیزی که ساختمونی که بالای هفت طبقه باشه حتما بتون نه میدونم من توی خونه رو دارم میگم شاید, شاید دیواری بعض دیوارایی دیبارات... که به بیرونه همش بتونه دیگه میان پیدا میکنیم واسه پنجره از خونه مثلا این, خونه خونه این خونه. بتونه برای همه این آره میدونم این بتونه مثلا دیواری که اونجا تو بود و خونم حالا آره این پاسپورت چیه تو چی کارون <Cornell> ندارن <نا> <G Alliance> نه من خیلی دادم خریدی نیستم کلا مثلا این پاس دیسیژن هم نمیگیری مثلا چرا یهو بری ایران میگم حالا خریدی نه میتونه هر چیز دیگه هم باشه نه چرا این پاس دیسیژن اتفاقا تو سفر و اینا من داشتم مثلا اون کوبایی که من رفتم و یهو مثلا صحبتش بود بعد یکی از بچه‌ها گفت و گفتم بیا مثلا کریدیت کارت برو بگیر من حوصله ندارم من اصلا تو دیتیل وارد نمیشم گفتم برو بگرد پیدا کن اصلا تزش اینه تز آره تو بعد. دیتیل وارد نشه از دیتیل راحت کنی که جای دیگه بتونی جی... بگ، 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 بگ آره اون همه کارش کرد من اوکی هم چون برای من فرقی ندارم این هتل اون هتل این شرایط اون شرایط خیلی مهم نیست دیگه گفتم اینا این مثلا چیز برو بگیر و رفت گرفت کار بشه آره بعد ولی تو خرید و اینا نیستم به خاطر اینکه اون بخش مغز که گفتی گفتم من ندارمه چون من میدونم خوشحالی هر کدوم این چیزات خیلی زود گذره برای من زود گذره اصلا از قبلش هم هیجان زده نمیشه مثلا من یعنی بچه بودم اولین بار که گوشی خریدم خیلی اتفاق چی خیلی بود اولین گوشی انگیج نوکیا انگیج کیو دی بازی می‌کرد تومن اون خیلی خوشحال بودم چون یه اتفاق مهم بود شاخص بود توی ولی خب تاثیر اونم رفت دیگه از یه جایی به بعد دیگه اهمیت اون چیزم میره برای همین الان اینجوری هم که خب من هرچی که بخرم چون بعد یه مدت قراره حس و حالش بره به صرف اون حس و حاله من هیچ خرید نمی کنم اگه واقعا نیاز باشه چیز میکنم من حالا دیروز پایرز... پیروز نه دیروز دو هفته پیش که شما اومدین یه دستگاهی روی اون گوشه بود بله خیلی کامپلیکیتد <applause> بود خیلی سیم ازش آویزون <applause> بود. <سقیل> بود آره, <applause> آره اون که بر دوربین بود بر دوربین بود اونو من احساس میکردم که خب میدینی من موقعی که میخوام ایزی هم بگیرم دوست دارم که دیگه ایزی بگیرم که دیگه تای تایشه دیگه دیگه که دیگه نخوام خودم رو اذیت کنم که فردا اگه مثلا یه ذره از این بهتر من بگم که دیگه یه ذره خیلی اختلاف نباشه این رفتار رو منم دارم با چیزی که که اگه چیزی میگیرم دیگه مثلا برم تو تهش آره این اومده این اومده بدره بیشتر بعد خب این یه این پاسیزیجیان بود که واقعا مثلا ساعت سه صبحی که من بعد استریم و اینا بوده تو تخت قبل خواب مثلا بینش این که من به نیاز دارم و خب این خریده انجام دادم این خریده رو انجام دادم و اینا بعد خیلی هم عجیب بود موقعی که اومد ما توی لابیمون حالا اولش اشاره کردیم خیلی دوزی میشه اگه که پکیج رو بذارن تو لابی احتمال زیاد نیست از دست کج زیاد داریم این رسید و اینا بند با... زنکش فرزاد که فرزاد جونه بچه برو اینا پایین برداریم مثلا اینقدر مثلا قیمتش رو فلان اینا برو اینا بردار خلاص فرزاد برداشت آوردیم اینجا و از غذا فرادم همون روز اومده بود سمت این محله ما بهش گفتم آره بیا اینجا مثلا این نگاه بنداز ببینیم چه جوری فلان ببین مثلا فرزا... فرهاد مدتی که اینجا بود مثلا توی اون چهار ساعتی که شاید اینجا بود ما پنج ساعتشو داشتیم میبستیم این وسیده رو من غذا خوردم چوب زدم و... بیدار شدم ایمان هنوز داشت سخت و طاقت فرسا بود که با این مثلا کار کنی و فران و آره احساس کردم خیلی چیز عجیب و کامپلیکیتی بود نه دیگه پس فرستادم. حس آره آره چون واقعا به دردم نمیخورد اون ایده ای که داشتیم به درد میخورد برای اون کار <applause> آره ولی احساس کردم اون کار خیلی زود الان اتفاق افتاد آره برای اون <تصفح> کار زوده من حالا دارم مقدماتشو میچینم آره نگران من آره منم مشارکت میکنم تو انجام فکر, فکر نکنم ببشت مقدمات فیلم برداری یا خود کار خود کارو چرا نتونه ان نه چون من داشتم داشتم سر قضا براش توضیح میدادم زیاد علاقه میشون آه اون مدل او الان ما داریم نمیز سوال میکنیم که هیچی از نمیاد خیلی کار پایینی اینو خیلی اینو اینو خواهر من اون روز مسیج زده میگه که کات کنید چی دارید میگید یعنی شما یه رو در مورد این سایت جوک صحبت کردید تو یکی از اپیزوداتون که اصلا هیچ کی نمیدونه یعنی چی ببخشید ما اگه اتفاق میفته به نظر من بگید که به چی دارین فکر میکنین آره حالا بذار ان شاء الله بعد میخوام من میتونم ادبیاتشو تغییر بدم که خوب جلوه بگو عزیزم بگو دوربین یک شما آره ایمان این دستگاهی که خریده بود از این دستگاهی که دوربینو میذاری روش این توی فیلم برداره حرفه ای دارن حرکت که میکنید این هر چقدر دوربین رو به چرخونی این به خاطر حالا اون اهرمایی که داره و استفاده از جاذبه که میکنه این باعث میشه دوربین ثابت بمونه یعنی فیلمبردار میتونه بدو میتونه خمشه مثلا از زوایای عجیب غریبی صحنه رو بگیره و همه میدونن این تو چه صحنه بیشتر استفاده میشه جاهایی که اکشن. آره حالا اکشن یا مثلا فیلم بردار باید تکون زیادی بخوره بدو مثلا دنبال بازیگر یا جایی که مثلا دسترسی سخت و اینا فیلم م. بردار میتونه این دوربین رو مثلا وارد صحنه بکنه از زاویه مناسب کارو در بیاره بعد آره ایمان که این وسیله رو گرفت ما همه فکرمون این بود که اون صحنه مناسب اون کار رو تولید کنیم که ایمان حداقل اونجوری خرید کردن میتونه یه این پاس هم بگم که خودت باعث بانیش بودی همین چند هفته پیش ما نشسته بودیم خونه یک شب جمعه داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم و اینا تخمه میشیم بودیم ایما یهو زنگ زد پاشین بیاین تولدت آها چی؟ اونا به آره. نظر من این پاس دسیژنی که 15 روی... دقیقه ما خونه بیرون بودیم روی دور همی و سفر باشه کلا اصلا شما تصمیمی که برای تفریح با کیفیت بگیری به نظر من به تولید خاطره تولید خاطره و در واقع اگر هم داری پول خرج میکنی اگه به نظرم پول و خرج تجربه و خاطره بکنی خیلی با ارزشه یعنی سفر بری همین مثلا برید پیش ایمان دور هم جمع اونه که مهمه وگرنه کالا و اینا همه چی تکراری میشه دیگه خرید کردن شما میتونه به یه خصوصیت اخلاق دیگه هم وابسته باشه روانشناسا بهش میگن که شما یا مکسیمایزری یا ستیسفایسر ستیسفایسر میشه؟ آره ستیسفایسر نه این ایز دیگه است خصوصیت اخلاقیه همون معنی میده که تو یا داری یه در واقع نیازی رو برطرف میکنی یا اینکه میخوای تا به قول فرزاد بکوبی تا ته دیگه میخوای مثلا ته تهش رو در بیاری این میشه مکسیمایز این میشه مکسیمایز حالا توضیح میدم مثلا یه قرار باشه کامپیوتری خریداری بشه مکسیمایزرها میشینن یه اکسل شیت درست میکنن چه میدونم لیست تهیه میکنن از مدل های مختلف مادربرد و رم و سی پی اینا هزار تا یوتیوب ویدیو میبینن با اینکه اگر که تو گروه ساتیسفایسر باشی تو میشینی که میگه من میخوام توی یوتیوب خودکست ببینم و تنها چیزی که اولین چیزی که نیاز تو رو برای دیدن یوتیوب و خودکست باشه برطرف میکنه خب حالا خیلی چاید برای جالب باشه نشون نشونه که ساتیسفایسر ها بیشتر از روی حوض خرید میکنن چون پروسه از فکر تا خریدشون خیلی کوتاهه. زیاد به هم چیزی فکر نمیکنن سری کارشون رو انجام میدن میرن خب ولی مکسیمایزر خیلی طولانی تره. باید میگم هزار تو یوتیوب ویدیو ببینن مطمئن بشن زیاده که میخوام بخرم با همدیگه کامپتیبل هست و اینا ولی در آخر مکسیمایزر خیلی از خریدشون ناراضی و پشیمون میشن خیلی سریعتر تر اتفاق میفته به خاطر اینکه انقدر توی پروسه خریدش وقت میذارن که آره. انگار اصلا اون وقتی جنس میاد زیاد ازش لذت نمیبرن خسته شده یه هزینه یه دیگه وقت هم آره آره گفتم من یه دفعه نه جفت کف سفارش دادم اومد آخریش کدوم من منم حالا نسبت به خریدای کامپیوتری اینا جو. معمولا توی این قسمت هم شاید من برای کامپیوترم که میخواستم بخرم شاید بالای 100 ساعت یوتیوب ویدیو دیدم 100 ساعت بالای 100 ساعت دیدم بازید. راحت یعنی من انقدر از مد... از اینکه چه جوری اسمبل کنن چه جوری نگهداری کنن چون من این سال بود که ویندوز نداشتم درایورها رو چه جوری مطمئن بشی که چیز بایاسش رو چه جوری مطمئن بشی که مثلا آپدیت و اینا چه دیوایس هایی با هم دیگه کار میکنن چه رمایی با چیا کار میکنند اینا انقدر من یوتیوب ویدیو دیدم و آخرم که دیدین دیگه پشیمونی خالص بودی این اینقدر اذیت <تص> شدم که آخر حالا میگم جالبه ولی الان پشیمونی نداری یه چون کارته یعنی نه پشیمونی از از چیزی که خریده بودم الان مثلا هزار بار اون عوض شد واسه علی آقا اومد یه جی پی خرید واسه سی شد همش مثلا عوض شد الان از پرچسه ناراحت نیستم ولی اون قدی که براش وقت امترسته. گذاشتم احساس میکنم که اون جوابه رو به من نداد این میگم احساس میکنم اون وقتی که هاش گوشتم دیزرف میکنی زید مثلا خفن تری رو تهیه بکنم ولی خب متاسفانه به دلیل دانش کم اتفاق نیفتاد حالا اصلا مهم نیست که ما تو کدوم دسته هستیم و چه کار رو انجام میدیم و چیا ما رو تحت تاثیر قرار میده بیا ببینیم می که برای جلوگیری از اینا میتونیم چی کار بکنیم سه تا روش بود که برای ما خیلی جالب بود که خب اولیش کاری است که فرهاد میدونم یه مدت انجام میداد و فکر کنم راحت بیشتر بتونه برامون در توضیح بده این بود که میگفتش که تقیقات نشون داده که آدم ها وقتی که پول نقد خرج میکنن به مراتب کمتر خرج میکنند به خاطر اینکه اون حسی که تو میبینی پول توی دستته و دیگه توی دستت نیست خیلی زجرآوره خیلی درد داره <applause> و تا اینکه بخوای یه کارتیه که الان که دیگه اصلا دیگه ساده شده دیگه تو دیگه رمزم نمیزنی تب میکنی تو فرت میزنی روی اون با, ساعت. و میب... با ساعتا. با ساعتا چه میدونم با موبایل و اینا دیگه حتی حاضر نیاز نیست که کیف پول همرات باشه آینده با اثر انگشت پول میدیم. حالا میتونه باشه همچین چیزی هم کاربن رو دیده باشید و یکی از روش هایی که میگفتن این بود که شما سعی کنید که یه مقداری از باجتی که توی طول ماه دارید رو بذارید برای پول نقد حالا تو میخوای که چجوری بود من یه فکر کنم چهار پنج ماه این کار رو امتحان کردیم و بعد بهش عادت کردیم دیگه گذاشتیم کش و کنار رفتیم دوباره رو کار و دوباره اثر کار انقدر قوی بود یادمون رفت ما مثلا ما هر ماه یه مقداری و همینی که ایمان گفتی یعنی تعریف خاصی دیگه نداره کش میگرفتیم بعد چون دستمون بود مثلا هی میرفتی هر جا بعد اینطوری میشمردی میدادی اینا یه حسه یه حس نزدیکتری به اون پولی که داشتی خرج میکردی داشتی و بعدم میدونستی دیگه مثلا چهارشنبه شده بود تو از اون مثلا 100 تومنه 70 تومنش رفته بود تو این چند روز دیگه رو فقط این سی تومن داشتی خرج کنی حالا خورد و خوراک و بنزین و هر چی که هست اون خیلی تمرین خوب و سختی بود ولی صادق بخوام باشم نتونستیم ادامهش بدیم دوباره برگشتیم سر خونه اول <applause> دومین چیزی که نشون میده اینه که اگر که به صورت آنلاین خرید میکنید بهتره که اطلاعات کارت بانکیتون رو, رو کامپیوترتون ذخیره نکنید میگه که میگه که هر چیزی که ما بیشتر بتونیم فاصله بندازیم از موقعی که تصمیم خرید رو میگیریم تا موقعی که خرید رو انجام میدیم خیلی خیلی توی از کم میکنه آره از که کم میکنه درصد خریدان به مراتب کمتر میشه تقیقات نشون داده بود کسایی که باید میرفتن از توی کیف پولشون کارتشون رو برمی داشتن اعداد مثلا 16 رقم رو میزد و آدرس رو مینوشت و فلان این و اینا تا لحظه آخر خیلی بیخیال خریده میشدن الان مثلا آمازون دیگه دیگه وان کلیک همین داره. آره. یه چیزی این... دیگه اطلاعات هم ن... نیاز نداره آره از قبل مثلا ذخیره کرده و فقط تو میزنی و فرت برات میاره چیز سومی که من دیده بودم ببین اینا همشون میگفتش که این یه عادته که ما خرید این پالس انجام میدیم یعنی با اینکه در واقع ذهن ما چه جوری کجای اون اسپکتروم قرار میگیره چیزی که خیلی روش تاثیر داره عادت خود ماها انساناست که چه جوری حالا داریم با چیزی برخورد میکنیم میگفتش که اگر که ما یه مدتی این رو در واقع بیایم تحت کنترل قرارش بدیم و کم ترش بکنیم میتونیم توی دراز مدت تصمیمات بهتری بگیریم یه روش سومی که بود میگفتش که بیاین برای خودتون بازه های زمانی شاپینگ بن بذارید یعنی خودتون رو من بکنید از خرید توی بازه زمانی مثلا از فلان وبسایت خب اینکه من توی این هفته نمیتونم از آمازون مثلا خرید بکنم حالا هرچی هم من ببینم و اینا من میتونم برم لیستامو در بیارم که آره من این تموم شد اینا رو میخوام بخرم ولی میگفتش که تقریبا نشون داده به مراتب دیگه نمیرن سراغش یعنی یه موقعی که تو خریدایی که ایمپالسن اینطوری که تو یه چیزی تو ذهن ترشو میشه میگه وای من این داشته باشم خیلی خوشحال میشم خیلی کارا میره جلو ولی اگر یه مدت زمان ازش بگذره منطقی تر باش برخورد میکنی که <تصفح> اینم حالا روش سوم بود من <تصفح> هنوزم دارم در موردش میخونم هنوزم خیلی بحث جالبیه حالا در مورد تریکای مارکتینگ برای کسایی که ایمپالس بایرن توضیح داده بود و اینا خواهر منه مریم مرسی <تصفح> چرا دیزی رو بذاره ما ترسی گفتیم ریختن بگیرم نه آخه به من گفت بیا پایین من اگه دیدین من سر گوشیم در ساعتم بودم بیستدم که I can't از اون من از اون دور صدا زدم که بیا بعد چی داشتم گفتم هنوز دارم در موردش میخونم شاید یه اپیزود تکمیلی حالا بعدن چند ماه دیگه داشته باشیم در موردش یه پروگرس هایی که داشتم چه جوری بوده چیزای جدیدی که یاد گرفتم چی بوده ولی به هم جالب بود اپیزود من خودم حالا از کجا نشد گرفت دیروز من سر کار بودم وقت ناهارم تصمیم گرفتم که برم ایران بعد تصمیمم رو خیلی جدی کردم رفتم بلیتم رزرو کردم و زنگ زدم زن به فرهاد اینطوری بودم که فرهاد به نظرت من الان با این مثلا قراره واکسنی که فلان تاریخ بزنم دوز دومم میتونم تا فلان تاریخ بزنم بعد یه ذره فکر کرد گفت کجا میخوای بری گفتم که میخوام برم ایران دیگه نمیتونم آدم دیوونه میشم فلان و اینا بعد فرضم که دیگه میدیری پایه دیگه آره حتما میزنی و فلان بهش آپشن دادم از خیلی آپشن گفت بزن چون فلان خانوم و بیسار خانوم اینا خیلی بهتر به قیمت میدن و اینا بعد رزرو پس الان رو حواس 24 ساعت روی آه. هول اوکی اوکی. و خب دیدم که در خریدای دیگه ای هم من اینطوری انجام میدم و کلا همچین تصمیم های زیاد میگیرم چی شد؟ نهار میخوردی و به فکر من نهارم تمام شده بود دیگه به فکر ایران بودم دیگه به داشتم به رفتم به واقعا دلم تنگ شده دیگه دلم تنگ شده کارون ساپورت میکنه دلم تنگ شده آخه ببین جوش. واقعا حالا از از منطقی وقتی فکر کنی اصلا کار درستی نیست دا. توی شرایط کرونا اصلا کار منطقی نیست این کار <تصفح> که تو الان بلنشی بری مثلا وسط کرونا حالا منطقیش اینه که تو وقتی میرسی ایران 14 روز قرنطینه بکنی دیگه حتی با وجود حتی با وجود واکسن آیا این کار انجام میدی شاید یه هفته بعد برمیگردی بعد 14 روز قرنطینه بکنی دیگه چقدر داری میری که همون مثلا من کلا سه هفته دارم میرم دو هفته شو همون دیگه میدونی از زواز منطقی اصلا کار و بشینی همه بیان دیدارت <تصح> و پشت شیشه مثلا مثلا باغه بشین اینطوری بشین تو شیشه و خیلی بیان سلام بده کن. و مثلا بعد نشستم مینی بعد دیگه بعد از این پالس رو که تصمیم گرفتم ویدیو دیگه رزرو کردم بعد میشه دی دریمینگ کردن دیگه که من چه جوری کیا رو سورپرایز کنم چه جوری سورپرایز کنم دوربین رو کجا بذارم چه سفرایی برم و فلان و اینا تاریخش نه فامیل ما این شیک میشه نمیده اینجور مواقع این کیا میگن یه شب رو تصمیمت بخواب و اینا انگلیسی سلیپ آن اصطلاح انگلیسیه که مثلا هر تصمیم به نسبت بزرگی میخوای بگیری یه شب روش بخواب فردا بیدارش رو ببین هنوز روی اون تصمیم هستی یا درست <تصفح> جالب <تصفح> خب قبل جالب بگ... یه نکته دیگه بازم بگو 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 از... <تصفح> ما یه... یه کاری هم که میکنم اینه که واسه خریدای روز مثلا هفتگی ای و اینای خونه که میرفتیم یه مدت مثلا تو ذهنمون 20 آیتم بود برمیگشتیم 35 تا آیتم شده بود به همینطور من بگرد تو با فکر خودم چیکار چی میکنیم کجا کارش تا میریم اینا بعد تصمیم گرفتیم بنویسیم آقا ما این ده تا آیتم میخوایم فقط بریم این 10 تا آیتم بخریم بیایم بیرون من همیشه از بچگی هم با مامانم اینا میرفتیم خرید رو اعصابم بود با. میگفتم فقط یه شونه تخمر میخوایم و یه شیر این آخ دستت اینطوری کنده میشد همیشه من لوه مار میزدم آقا تو رو خدا صادق باشید نگید <تص> این <تص> دقیقا من این مشکل رو با والدن. مادر گرامی داشتم مثلا استرالیا میگفتن من یه دونه ايه. مثلا سیب میخوام <applause> چه میدونم دوتا دو تا مثلا آر آ گفتم باش بریم برای یه سیب و دو تا دونه ها بعد میرفتی شوینده ی تواله <applause> چه میدونم دستمال حوله دستمال فلان باتری <applause> از فلان جا بعد اینطوری بود که دستمال هولای اینجا ارزونه دستمال توالت های اونجا ارزونه از اینجا کوچ برو اونجا مادر من تارا خدا تارا قرآن بیخیار بعد یا آخریا باشون شرط می‌کردم گفتم اگر واقعا به من بگید چیا می‌خواد همین من, من بگو من 15 تا 15 تا آیتم می‌خوام از 32 جای مختلف من صدا <applause> قبول می‌کنم من دوباره صداقت بودم ولی قبول می‌کنم م... م... صداقت برخورد خانواده‌ام صداقت رو تو خوشم نمیاد آره خلاص نوشتن خیلی کمک می‌کنه آقا <applause> اینا رو می‌خوای آله یه زیدی هم که داره من کمک میکنه الان حالا خدا رو توی کانادا میشه این کارو کرد که توی چیزی میخری و پس میدی هم خوبه هم بده چی این همه دو دو درصد موارد خوبه خوبه آره چون یه چیزی تو ذهنت از یه دیوایس میسازی <سؤال> مثلا الکترونیکی باشه آره اون بعد اون, انا... اون جوابت نمیده و پس میدی میگه داش ارزونه پولمو بده ارزون خودت نه جفت نه جفت نه جفت کفشو خرم بگو جالب برامو چی داری خب جا امروز این هفته گذشته سهشنبه که بیدار شده دیدیم یه خبر خوب و امیدوار کننده از مقامات دولت و استان اومد که قرار که تا سپتامبر از هلوش چهار سپتامبر به زندگی نرمال برگردیم من خیلی خوشحال شدم در همون لحظه زندگی نرمال چیه؟ الان مگه زندگی غیر نرمال داریم ما یه ماسک آره دیگه. نزنیو ماست دیگه مثلا بیرون های ماست... بیرون استخر، جیم سفر, سفر. رفت اومد سفر. دیگه مثلا خیال راحت م. بغل کنیم چیست پارتی ما... تو رو بیایم ما الان نمیتونیم میان استانی سفر کنیم نمیتونیم هنوز نمیتونیم, نمیتونیم از 15 جون میتونیم میتونی 15 جون من که یه برنامه سفر دارم حالا کاری؟ نه بنف اوه بنف خب رفت استان آلبرتا یعنی نمیتونیم بریم توی استان آلبرتا شنیدم خیلی خوشحال شدم حالا دیتیل خاصی نداره دیگه حالا اومدن دیتیلش رو دادن که 15 25 می تا 15 جون به چه صورت به اول آره. دقیقه تو چهار تا استیج مختلف دارن این کار تا جولای یک و جولای یک تا چهار سپتامبر چهار سپتام میگن چند درصد جمعیت قراری که واکسن شده باشن؟ 80 درصد این چیزی که اینجا دو تا دوزو نه نه درصد دوز اول رو زدن و دوز دو دورن... تا سپتامبر تا 4 سپتامبر. آه. اه؟ اون هشتا اون که اون 80 درصد الان ماکسش یعنی اون 20 درصد که هست یعنی نمیخوان بزنن. چون ما همین الان 53 4 درصد رو رد کردیم. ولی یه جایی حدی داره مثلا آمریکا حدش رو 50 درصد بود از 50 بعد خیلی کند بزنیم, بزنیم که دیگه خیلی میره بالا. با آره. شما ما میدونی که وزنی جامعه. آره ولی آ... کانادا خب آدماش چی سرن باور دارن که بیشتر باور دارن که ویروس واقعی و واکسن کار میکنه فکر کنم تو همون هفته در شد میره دیگه وای میسته ولی آره ولی خیلی جالب بود دیگه تو گفتی پس نرمال چیه یعنی واقعا نرماله رو زندگی نمی کنی. نه الان اصلا واقعا نمیدونم که نرمال چیه یعنی انقدر ازش دور بودیم الان نمیدونم مثلا ماسک نزدن نرماله آره دیگه میای استرس سفر و اینکه آدمای مختلفو بیان تو خونت دید. راحت آره. برن اینا اون استرس نشته باشی تو شما که دیگه میای دیگه استرس چی داری دیگه نه، الان آزاده دست... الان داره داره. تا 5 نفر, از نفر آزاده از هفته پیش تا 5 تا 6 5 نفر یا یک خانوار ما که خانوار خود کستیم دیگه بله ما یه خانواده 8500 نفری هست ولی توی توی اینستاگرام دیدی مثلا اخبار کاملا بی... بی, اساس و اینا می نویسن بیشتر هم فارسی مثلا نوشته بود که افرادی که واکسن زدن تو ته دو سال آینده می میرن سه خیلی کلی آره. میاد تو اکسپلورم برزت پس وقتی پوسته جالبی برای ما ولی فکر کن بمیریم خیلی خنده میشه نه دیگه میمیریم خدایی خنده میشه این اپیزود خیلی شد نمیشه برای اون 20 درصد پس اپیزود... اون 20 درصد و 50 درصد آمریکا میمونن خیلی ببینیم میگه تو همه‌مون میزنیم اره. اونا میان فارسی رو ترجمه میکنن به انگلیسیو خب خبر بعدی اتفاق خیلی زشت و عجیب بود قبلش بگم که ونکوور تقریبا معروف ترین شهریه در کل جهان که ریسیست بودن نسبت به افراد آسیایی توش موج میزنه یعنی افراد نجات پرست نسبت به آسیایی ها خیلی تداشون بالا با یه اختلاف زیادی یعنی فاحشی یه سوال بپرسم نجات ستیز نمیشه نجات پرست نجات پرست این نجات خودتو میپرستی سه میتونی بگی مثلا ستیز داری با نجات یکی خب خب چرا فکر کنم این که ایمان گفت نجات سه نسبت به آسیایی خیلی ها خیل چشم باز کردن نسبت به آسیایی ها و اونجوری دلیل. دلیل. دلیل با دلیل اشتکی داره الان اصلا دیگه بی دونت ایجن ریسیستانی تو ونکوور نه نسبت, 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 به آسیایی ها بقیه ایجن... نجات ها. نسبت به آسیایی ها خیلی نجات ها ایجن هیت کرایم این ای درصد, حال... درصد آسیا بیشتر اینجا یا نه آره این آسیا این لفظ غلطیه دیگه ولی خب بهش میگن آسیا من ازشون شرق آسیا شرق آسیا ولی حالا اینی که گفتی و من اتفاقا خوند یعنی سعی کردم ادامه‌ی اون مطلب بخونم نه مثل اینکه ونکوور همچین جایی نیست که خیلی آسیا بیشتر. توی بیشتره. دیگه هم هستن ولی توی ونکوور زیاد نیست یک سوم جمعیت آسیایی زیاده <تصفح> بعد مثلا من من <تصفح> منطقیه <تصفح> 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 من مثلا من یا نسبی احتمالاً میگن نسبت به جمعیت باز همچنان یادمه که اوایل کرونا که بود خب خیلی استارتش خورد من یکیشو دیدم مثلا نزدیک تو خر... خرید رفته بودیم و اینا همون هفته اول چیز بود ماش بود و الان این حالا خبری که من میخواستم بگم این بود که یه آقای فکر میکنم ایشون هونکونگی یه جوری داری با انگوش میکشی این تاچ سکرین نیست این انقدر نیست. باش تاچ کرده سه... تاچ شده <تصح> خدا خوب <تصح> آیپده آره یه آقای هنگ کنگی داشته دو چرخ سواری میکرده کنار کریک توی شهر میپر ریج،, آره، ریج یک شهری به نام میپر ریج یک خانواده سیاه سفید پوست هم داشتن با دو تا سگ از این سگهای شکاری تور میمدن بعد گیهو دو تا سگ شروع کن حمله ور شدن به سمت این دو چرخ سوار ولی بهش حمله نمیکنن میرن حالت دفاعی و اینا اینا خب میترس یعنی هر کی من خودم ویدیو رو دیدم ترسیدم گفتم با... ویدیو داره آره ویدیو داره جمعش کنید اینا بعد اون خانواده چهار نفری شروع میکنن کار این شدن که چیکار داری اینجا و را, راه رو را بند نیارو مگه سوشال دیستانسینگ بلد نیستی اون فا... رعایت فاصله اجتماعی و اینا دو متر تو حفظ کن و اینا در صورتی که نخسته خودشون ماست دارن حالا نیازی هم نیست تو فاز باز ولی ایشون هم ماسک داره هم داره رعایت میکنه اینا شروع میکنن یهو بی دلیل به این و کشور و ملیتش فوش دادن برگرد به کشور توی مثلا حالا تکرارش زیاد درست نیست و این خیلی خیلی ناراحت کننده بود این بنده خودم یه آدم معلوم بود خیلی متشخصی بود که نمیخواست پا پای اینا مثلا جوابشون بده و خب از لحاظ تعدادی و حالا اونا دو تا سگ چیزم داشتن نیمه وحشی خیلی موقعیت ناراحت کننده ای بود من دیدم این توی یکی از شهرهای حالا نزدیک, نزدیک ما این اتفاق افتاد و اینا اصلا ولکن نبودن همینطور فوش میمدن نزدیکش انگشتای مختلفش رو میدادن خودش سوات آره خودش از این گپرو داشت حالا جدا از این چیزی که وجود داره حالا مریضی که وجود داره و اینا توی گیمینگ و اینام خیلی الان نسبت به آسیایی ها چیزن خیلی در واقع حرف های رکیگی بهشون زده میشه به خاطر اینکه حالا چه بر حسب اتفاق چه هر چیزی کسایی که توی گیم های آنلاین شروع میکنن چیت کردن و مثلا از های مختلف برای چیت استفاده میکنن کسایی که اسمشون آسیایی بیشترن حالا چه مثلا من ایمانم میتونم می نه من ایمانم میتونم برم اسم آسیایی کنم توی اون حالا بازی نکن جمعیتشون خب بیشتره مشکل. آره و اینکه نه خب بیشترم اتفاق میفته یعنی وقتی که اسم آسیایی میبینن همه یه جوری که او مثلا این 100 درصد دیگه داره چی استفاده میکنه که اصلا اومدن یه هشک رو انداختن Don't hate Asia و حالا هم برای کووید استفاده میشد هم برای حال گیمر آنلاین من دیرم استفاده میش و اینا و الان چه بعدیه دیگه ما به عنوان یک ایرانی موقعی که حالا کسایی که باشون صحبت میکنی که از خیلی قبل تر اینجا بودن موقعی که 911 اتفاق افتاده بود سپتامبر 11 اتفاق افتاده بود, بود. سال 2001 ای خیلی در واقع سختی کشیدن کسایی که اینجا بودن خیلی نسبت بهشون بد رفتاری شده بود من خودم موقعی که تو استرالیا بودم گفتم یه گروگانگیری شده بود <applause> یه ایرانی بود که چند نفرم کشت تو اون گروگانگیری و اینا <applause> برا ما مثلا اون موقع دوست استرالیا که من داشتم خودشون میگفتن ببین ایمان نیای چند روز دانشگاه به خاطری که ممکنه اذیتت کنن جواب اینا یعنی انقدر. آره آره بعد میگم ما استرالیا که بودیم همون بهبهه بود ام روز استرالیا بود خب استرالیا همه میریزن بیرون و این ور و اینا خانواده من من نبودم خانواده منم رفته بودن و اینا بعد با منم صحبت میکردم گفتن آره چند تا مثلا مرد استرالیا گنده اومده بودن مثلا بابات مثلا چیز میکردن اذیت میکردن آره که برگرد بری کشور تو تو چرا داری اینجا مثلا ولی خب اتفاق میفته دیگه و این بده میگم ما خودمون تجربهش کردیم متاسفانه توی حالا ستینگ های مختلف و حالا شاید یه ذره بیشتر یه ذره کمتر و آدم میتونه تصور بکنه که چی داره میگذره به اونا به آدم های بیگناهن شاید 99 درصد کسایی که ما باشون در طول روزها رو در ارتباطیم هیچ ربطی نسبت به این اتفاقهای اخیر ندارن آره مثلا من خودم یادم ما همون اوایل که اومده بودیم یه ریسیزم خیلی خیلی رقیق خیلی کم مثلا شامل حال ما شد تو اوایل مدرسه و اینا اون خب خیلی سخت بود واسه منی که مثلا 15 16 سالم بود و یادم اومد که چقدر سخت گذشته ولی حالا خدا رو خیلی طی این سالها بهتر شده رفتار مردم فهمشون بیشتر شده خیلی آموزش خیلی داده شده و اینا بعد خب من شخصا فراموش کرده بودم که دیگه همچین رفتاری که با آدم میشه چه حسی رو تو آدم به وجود میاره چه تاثیراتی میذاره این ویدیو رو یعنی این خبر رو که خوندم و ویدیو شدی دیدم و اینا دیدم بابا این اصلا حالا این شخص و امثال و هم که همچین رفتارهایی باشو میشه خیلی تجربه تلخ و ناگواریه یعنی شاید خیلی تجربهش نمیکنن یعنی ما، ما منیم که حتی تجربهش کردم قبلا فقط اخبار رو می ناراحت میشم ولی اونایی که واقعا توی بطن کارن خیلی بهشون سخت میگذره نکنن نب... نکنم واقعا این کار رو نکنم اپیزود یه ساعت رو روف شد بریم بله مرسی که با ما هستین ما توی تمام فضای مجازی اسم و خودکسته توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواییم با مورتبات مستقیم داشته باشید میتونید همه جا به ما مسیج بزنید تویتر، فیسبوک، اینستاگرام جاهای مختلف ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدا سابسکرایب خدافظ